در این دو هفته که گذشت خیلی برای من سخت بود و به من یک اتفاق ناراحت کننده شد که چند تا از اون استراتژیک بود و چند تاکتیک. اول از همه اون خانه ایفاف بود که من چند روز خجالت کشیدم و حتی ناراحت شدم و این ملانوری در اون وزارت کشور اون طرح را درست کرد و قرار شده در اون طرح این زنهای بد را وزارت کشور ببری و استخدام کنه. ای وزارت کشور، تو میخوای اون را استخدام کنی؟ تو غیرت داری؟ تو ناموس میفهمی؟ و ایش نفر از تهران با اون زهرماره به من تلفن زده، به من چه صدای اون هی قطع میشد و گفت این زنهای بد در تهران میره خیابان کار بیناموس میکنه و هر کس اون را سوار ماشینش میکنه. حالا تو این همه فقیر بیچاره در مملکت خانه نداره، برای زن بد میخوای خانه عفاف درست کنی؟ باید دلو اون را بگیرد. و یک پیام برای اون زنهای ضعیف بیناموس دارم که ای زن، خاک بر سرت، چرا میری بیناموس بکنه؟ برو یک کار دیگه بکن، چون کشاورزی برای زن ضعیف خوب نیست. و اگر میخوای خانه ایفاف درست کنه، باید زنها و دخترهای نزیب باشه که با اون زبانها ازدواج بکنه، نه اینکه ایفاف درست کنه. و یک پیام هم برای برادر اون دارم. ای برادر، ای بیگیرت، مواظب ناموست باش، تو برادری. و من میگم اگر اینترنت را قطع بکنی که این بچه نره توی کافا برای خودش، اون هم درست میشه. و ایش راه حل هم برای اون زن بیناموس دارم که اگر برادران غیور جلوی آمدن اون زن را به خیابون بگیره، همه مشکلات حل میشه و اون خانه های عفاف هم بده به این فقیر که بره توی اون زندگانی بکنه. مگر چی میشه جلوی زنها رو بگیری نیاد خیابان؟ هم ترافیک جمع میشی، هم خانه عفاف نمیخواد. و یک استراتژیک برای اون نهضت آزادی کمونیست دارم که یک نفر یزدی اومده تهران اون برای من درست کرده. ای یزدی، تو مگر خانه زندگی توی یزد نداری که از یزد اومده تهران به مملکت براندازه بکنی؟ و اینها طرفدار یک پیرمرد هستند که هر سال میره این ضد انقلاب احمد آباد با اون حرف میزنه و این مصدق از اون هم بدتره و باید این مصدق را محاکمه بکنه. چرا اینقدر براندازی میکنی؟ و من میگم اگه به جای همه اینها اون مصدق و این بازرگان رو بگیری، از همه مهمتره. و من خیلی ناراحت شدم که این مجروحی کمونیست که رئیس مجاهدین چپ بود نامه نوشته از اون حمایت. ای مجروعی، تو غلط کردی، به ما نفوذ میکنی. من میگم اگر بخوای خدای ناکرده از حاکمیت هم خروج کنی، من خودم بدرت در میارم. تو مگر همون نبودی که از شهران پول گرفتی در اون پتروپارس؟ باید همشی پس بدی، یک گرون یک گرون. و یک استراتژیک برای روز خبرنگار دارم که این واعظین کمونیست در اون سخنرانی کرد و من یک پیام به همه خبرنگاران کشور دارم. ای فرزندان من، شما آدم خوبی هستی، بیا از این کمونیستی بی‌ناموس دست بردار و به دامن مملکت خودت بیا. ای فرزندان من، این همه منافق و بیدین نباش، گول نخور. وقتی میری روزنامه مثل بچه آدم بشین پشت میز صندلی مشکتو بنویس و به حرف کمونیستی گوش نکن. من خودم وقتی بچه بودم چند بار کمونیستا رو دیدم که میگفت هیچ از خواهر مادر نداشته باشی و حتی پیشوری هم همینطور بود. حالا تو رفتی شده روزنامه چپی و اگر در این روز خبرنگار روزنامه ها را ببنده بهتره که هم درخت را قطع نکند و اون کاغذ درست کنی و هم مردم با هم دعوا نکنی و فقط من خودم با اونها دعوا کنم. و برای محیط زیست هم خوبه و کشاورزی که از همه چیز مهمه. و یک مسئله هم دارم که استراتژیک نیست ولی بی‌ناموسی بود و اون درباره یک پسر بود که در تهران خودش را شبیه زن درست کرده و لباس زن پوشیده. من اگر از این ناراحتی بمیرم هم درست نمیشه. و این مرد بی غیرت رفته دزدی از ماشین میکنه. ای بی غیرت، تو از زن هم کمتری. مگر من که مرد هستم چه داشت رفتی زن شده؟ مثل اون جهسون بی غیرت که هم میرخصید هم گر میداد. و من میگم یک مرد هیچ وقت این کارا رو با خودش نمیکنه و این هم به خاطر اینترنت بود. و حالا که گفتم اینترنت، یک چیز هم به اون دوم خرداد بگم. من اطلاع پیدا کردم، یعنی با من اطلاع داده شد که این دولت دوم خرداد رفته به خودش بودجه مملکت گذاشته برای اینترنت کامپیوتر چت
میخوای کافه درست کنی مردم ببره بند خراب بکنه این کاره؟ و من با این مخالفم، چون اگر جنگ بشه با آمریکا هر کدام از این جوانها داره چت میکنه و کسی نمیره به جنگ آمریکا. و آمریکا در اون موقع به ما تجاوز میکنه. پس من با اون دوم خرداد میگم تو نباید اینترنت درست کنی و دیگر هیچ پیام و استراتژیش ندارم. خداحافظ.